عادل دواتی و تونی خان رو از کتاب آدم های چارباغ براتون میخونم. برف باریده بود اونقدر که ماشین بزرگ راه افتاده بود به نمک پاشی در چارباغ. لیز نخوری یهو، کله پا نشی یهو، نه دکتر برومن میاد امروز مطب، نه اسفندیاری. عادل دواتی به هر کی از هتل میرفت بیرون این جمله را میگفت. هر کسی پا میگذاشت بیرون، روی یخزدگی پله های ورودی هتل میگفت لیزس عادل چی؟ حد خودت لیز خورون رفته پا 33 پل افتاده ای تو آب. و عادله میگفت حد خودت سابقه داری یه لو مکتبی. و میخندید و میخندید. ماشین سیاه تونی خان فس و فس آمد و ایستاد کنار در هتل. عادل دواتی دید پشت ماشین باز شده و رفته هوا و چیزی سبز از اون زده بیرون. در را باز کرد و به خودش گفت عادل لیزسا، و آرام رفت کنار ماشین، سلام کرد و گفت تونی خان اینا چیست؟ تونی گفت کاجس. عادل گفت برای گل فروشی ادیبی استدی؟ تونی گفت عادل خانم دواتی عیدست، اینا مال عید ماست، میخواییم عیدمون رو امسال تو هتل بگیریم. برو جهانگیر و مهدی و بچه ها رو صدا کن بیاد، تو هم این جعبه را ببر. مسی چشاد مواظب باش، چینیه نشکنت. دو شب دیگه اینجا مال خونواده ما و مهموناست، شب عیده. جعبه را داد به عادل دواتی. عادل دواتی جعبه را که گذاشت روی میز رستوران دید جهانگیر خان و تونی خان و بچه ها درخت را آوردن تو. آقا مهدی یک سپایه کوتاه آهنی آورد که وسطش دایره بود. درخت را گذاشتن توی سپایه و گذاشتن کنار پنجره. تونی خان به عادل دواتی گفت جعبه را باز کن. عادل جعبه را باز کرد و 12 توپ رنگی به نازکی پوست پیاز دید که عکس خودش را نشان میداد. سرش را که جلو می برد بزرگ می شد، دور که می شد کوچک می شد. زخ کرد به تونی خان گفت مسی آینه است، مثل آینه خونه نیلی پوشا. جعبه رو برد و تا نیم ساعت بعد درخت پر از پنبه شده بود و توپ. یک ستاره هم بالای درخت. تونی خان گفت برای ما تولد حضرت عیسی است، ما زیر درخت هدیه میگذاریم، امسال هم که دختر بیرون کردیم. شب عید میز 3، 4، 5، و 6 را کنار هم گذاشتند. از صبح عادل دواتی کوکو درست کرده بود و آقا جهانگیر ماهی دودیایی رو که تونی خان آورده بود تکه تکه کرده بود و روی نلبکی برنجی که دم داده بود حال آورده بود. با عادل گفته بود اینا رو تو رشت یاد گرفتم. عادل از دور دید این چند خانواده دور میز رنگ گرفتند. رادیو آورده بودند کنار میز و هایستان را گرفته بودند و بچه ها کنار درخت نشسته بودند. پسرها با پاپیون و دخترها با دامنهای پف کرده منتظر که هدیه ها را از زیر درخت بردارند. هر بار که بچه ها دست دراز میکردند تونی خان میگفت که، هر بار که بچه ها زیادی شلوغ میکردند تونی خان میگفت سوس، و نگاه میکرد به دختر و پسر جوانی، دختر و پسر جوانی که معلوم بود تازه عروسی کردند. یک بار عادل دواتی رفت کنار درخت و از پشت شیشه چارباغ برفی را نگاه کرد. پشت سر جهانگیر خان را میدید که فسنجان میآورد، مرغ و آلو میآورد، ماهی میآورد و همه چیز بخار داشت. بخار داشت همه شیشه را میگرفت. تونی خان به دختر و پسر جوان نگاه میکرد. عادله در بخار این سوی شیشه و بر برف آن سو و صدای حرفای درهمی که میشنید و نمیفهمید، یک آن صدای دست زدن شنید. دید همه ایستادند و دختر جوان تونی خان را بوسید و سر گذاشت به آغوشش. بچه ها هدیه ها را باز کردند. یک کامیون اسباب بازی، یک میمول طبل زن، یک عروسک سخنگو، یک جفت کفش و مداد رنگی. زمین پر از تکه های کاغذ کادو بود. عادل دواتی برگشت و دید تونی خان دختر و پسر را در آغوش گرفته و یکی دیگر عکس میگیرد. همه انگار به هم میگفتند شنور هاور، شنور هاور.
هیچ کس در سالن نبود. عادله در سالن تاریک پشت شیشه ایستاده بود و به چارباغ پربرف نگاه میکرد. ریسه رنگی درخت کاج روشن و خاموش میشد. عادله برف را سبز و قرمز میدید. جای ماشین مهمان ها رفته رفته پر از برف میشد. به تونی خان گفته بود یکی از این توپا مالی من؟ و تونی خان گفته بود همش مال تو، هدیه ای تو زیر درخته، ما که رفتیم باز کن، من و خانومم برات گرفتیم. باز کرد، مثل بچه ها کاغذ رنگی کادو را پاره کرد و شال قرمز و مشکی را دید که حتما زن تونی خان بافته بود. انداخت روی شانه. یادش آمد که زن تونی خان گفته بود زیر درخت رو نگاه کن عادل خانم. خوشش آمده بود و به او گفته بود خانم. خانم شده بود. نگاه کرد ببیند زیر زنگ هنوز هست، زنگ بزنید که بود. در را بست، تخته بین دو دستگیره را گذاشت و بدو آمد پشت شیشه. دختر و پسر جوان به او عیدی داده بودند و حالا توی ماشینشان نشسته بودند که بروند در برف و زندگی. عادله سرش را آنقدر برد کنار تا آخرین لحظه چراغ ماشین ها را ببیند، اما خورد به درخت و یکی از توپا افتاد و خورد شد. چشمایش گرد شد و باز شد و گفت تا چشمه حسود بدره که ایشالله خوشبخت باشند. و نور ریسه ها سبز شد، قرمز شد و مثل سینما چهارباغ رو تماشا کرد.